بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. برگزاری سخنرانی سالانه آیت الله العظمی شیرازی در اجتماع عزاداران به مناسبت شهادت پیامبر اکرم. اجرای دومین حکم اعدام در عربستان علیه زندانیان عقیدتی ظرف یک هفته اخیر با اتهام خیانت به میهن. و بیش از 20,000 نفر از جمله 1,000 زن از سوی طالبان زندانی اند. وقت شما بخیر. همزمان با ایام شهادت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، سخنرانی سالانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در اجتماع عزاداران در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار شد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. آیت الله العظمی شیرازی در سخنرانی در اجتماع عزاداران به مناسبت 28 صفر سال روز شهادت رسول خدا فرمودند: قرآن کریم دستور به الگوگیری از پیامبر داده. حاکمان اسلامی باید با مردم و مردم با یکدیگر به نرمی و اخلاق حسنه تعامل کنند، چرا که پیامبر خدا با فراریان از جنگ هم با نرمی برخورد نمودند. معظم الله در ادامه فرمودند: طبق آیات قرآن کریم پیامبر اکرم با مردم برخورد نرم و نیکو و نه برخورد خشن و سخت داشتند. پس باید هر کس به مقدار توان به آن حضرت در اخلاق و رفتار نزدیک شود. مخصوصا رؤسای حکومت‌های اسلامی باید از ایشان بیاموزند و با مردم با اخلاق حسنه و نرمش تعامل کنند. ایشان در ادامه تأکید فرمودند: شعیره مقدس اربعین حسینی در سال جاری پرشورتر و بهتر از سالهای گذشته در کربلا و در جای جای کشور عراق و کشورهای اسلامی برگزار شد و از تمام اصحاب حیات و مواکب و هر که در این مراسم شرکت کرد تشکر می کنم، چرا که ذره ذره خدماتی که در این مسیر صورت گرفته در دستگاه الهی ارزشمند و مورد محاسبه است. آیت الله العظمی شیرازی ضمن نکوهش رفتار کسانی که در انجام شعائر حسینی دچار خذلان و بی‌توجهی شدند فرمودند: اگر شخصی به مقدار ذره‌ای در دستگاه سید الشهدا کارشکنی و یا ترک نصرت کند، دچار نفرین رسول خدا می شود که در حق امام حسین فرمودند: اللهم اخزل من خزله. معظم الله با اشاره به این نکته که گسترده شعائر حسینی در سراسر جهان رو به افزایش است فرمودند: بنده با تأسی به حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان وظیفه شرعی برای تمام برپا دارندگان شعائر حسینی دعا می کنم، چرا که این کار مستحب است. ایشان ضمن بیان فرمایشی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رابطه با شعائر مقدس امام حسین علیه السلام که فرمودند امامان کفر تمام تلاش خود را برای از بین بردن شعائر حسینی به کار می‌برند، تأکید فرمودند: این شعائر روز به روز گسترده تر و بالنده تر می شود و ما امروز شاهد تحقق این وعده هستیم و تمام کسانی که در سال جاری در این مسیر تلاش بیوقفه کردند باید بیش از پیش در این زمینه تلاش کنند و به این بالندگی فزونی بخشند. آیت الله العظمی با تأکید بر وجوب کفایی رسیدن فرهنگ قرآن به تمام این افراد فرمودند: فرهنگ قرآن کریم و معصومین علیهم السلام باید به تمام انسانها در سراسر عالم رسانده شود و این امری واجب است و در این راه باید از هر نوع وسایل ارتباط جمعی نظیر ماهواره‌ها و جراید و نظایر آنها
استفاده شود. معظم الله در ادامه فرمودند اگر فرهنگ رسول خدا و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما به دنیا برسد، افراد کمی در مقابل آن عناد به خرج می دهند و آن را نمی پذیرند و غالب مردم از آن استقبال خواهند کرد و تنها باید در این زمینه به بلاغ مبین پرداخت و این وظیفه تمام مسلمانان است. ایشان پرداختن به سه مورد هدایت به اسلام، هدایت به ایمان و هدایت مؤمنان به واجبات را واجب کفایی دانسته و تأکید فرمودند که تا زمانی که این سه مورد به حد کفایت نرسد واجب عینی است. آیت الله العظمی شیرازی با بیان نقاط درخشانی از تاریخ رسول خدا که در طول تاریخ بی‌نظیر است، از ماجرای فتح مکه که پس از 20 سال دشمنی کفار بر آنان مسلط شدند اما برخورد همراه با اخلاق و رحمت با آنان داشتند، به عنوان یک نمونه اشاره و تأکید فرمودند آن حضرت در تمام جنگ هایی که بر ایشان تحمیل شد پیروز شدند، اما با این حال حتی یک مورد هم جنگ افروزی نکرده و به جایی یورش نبردند. معظم الله چشم پوشی از تعقیب ماجرای ترور پیامبر اکرم در عقبه را به عنوان یکی دیگر از نقاط درخشان زندگی پیامبر ذکر نموده و فرمودند آن حضرت به خواست خدای متعال چهره آنان را دیدند اما هیچ گونه برخوردی با آنها نکردند. ایشان با تأکید بر اینکه نقاط درخشان تاریخ پیامبر اکرم باید در قالب برنامه‌های مدرن و به روز مانند فیلم سازی و امثال آن به دنیا منتقل شود فرمودند تاریخ آن حضرت مملو و از زیبایی‌هایی است که دنیا از آن بی‌خبر است و هر کس به مقدار توان خود باید در این مجال فعالیت کند. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر لزوم تلاش همگان، مخصوصاً جوانان، برای رسیدن فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام به دنیا فرمودند امیدوارم خدای متعال خدمات همگان در دو ماه محرم و صفر و پس از آن را بپذیرد و به آنان توفیق دهد تا در یاری قرآن و رسول خدا و اهل بیت به وظیفه خود عمل کنند و آن را به دنیا برسانند، خواه مردم دنیا آن را بپذیرند و خواه نپذیرند. شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. حاج آقای هدایتی سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامیه و شهادت مظلومان پیامبر از میشیگان اسلام صلی الله علیه و آله رو تسلیت عرض میکنم. جناب هدایتی لطفاً تحلیل شما را پیرامون بیانات آیت الله العظمی شیرازی رو بشنویم، بفرمایید. یکی از چندین نکات مهم و اساسی رو من در این وقت فشرده بهش می‌پردازم و اون اطلاع رسانی جهانی نسبت به تعالیم وحیانی هست که در دو عنصر و در دو چهره قرآن و اطرت تجلی پیدا می‌کنه. آیت الله العظمی شیرازی فرمودند این فرهنگ واجب است، فرهنگ قرآن و اهل بیت جهانی شود و به همه اذهان و افکار جهان برسه. من در اینجا این رو عرض میکنم که سه رکن اساسی در فضای تبلیغات و اطلاع رسانی جهان امروز وجود داره. با توجه به اینکه به هر حال بنده حداقل یک تجربه 20 ساله در عرصه رسانه دارم، این رو عرض میکنم که افکار عمومی و مخاطبان بزرگوار که صدا و تصویر بنده رو دارن یا بعداً میشنوند، این نکته اساسی رو مورد توجه قرار بدن و بدانند که عرصه تبلیغات جهانی امروز، خصوصا کسانی که دین باور هستند، کسانی که علاقمند و پیرو و شیعه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هستند، روی سخن ما به اینهاست که فرصت بسیار کم و ما باید این فرصت ها رو هرچه بیشتر ازش استفاده کنیم. یک، جنبه تأمین مالی عرصه تبلیغات هست. دو، اداری و سه، اجرایی. در این سه عرصه فعالان الان در حال فعالیت هستند. دو عرصه اون بسیار مشکل و سخت است، عرصه اداری و عرصه اجرایی. از این سه مورد
جنبه تأمین مالی از همه آسان‌تر هست. کسی مال و ثروتش رو در اختیار بذاره، کسانی که تجربه دارن، نخبه در این زمینه هستن، فعال بشن. ممکنه در دنیای امروز گفته بشود به خاطر برخی از ناملایمات و سوء استفاده ها کسانی که صاحبان ثروت هستند اطمینان لازم رو نمی کنن. پیشنهاد بنده اینه که عرصه اداره رو هم به عهده بگیرن تا بتوانیم بنا به توصیه این مرجع بزرگوار و دلسوز اطلاع رسانی دقیق و جهانی کنیم در همه عرصه ها و در همه اقصا نقاط عالم. و این مهم اجرا نمی شود مگر اینکه یک تحول اساسی و یک اقدام جهانی صورت بگیره. آنچه که تا به الان انجام شده بسیار خوب بوده ولی لازم و کافی نیست. ما صاحب سرمایه بسیار ارزنده و ارزشمند قرآن و عصرت هستیم و در کنارمون یک مرجع تقلید آگاه، دلسوز، مدیر و مدبر که میتونه ما رو راهنمایی کنه. لذا اصحاب اموال و ثروت بیان، اونها باید قدم اساسی و مهم رو بردارن. نیروی انسانی فعال، جوانان بسیار باهوش و صاحب تجربه در این زمینه وجود دارند، مدیران کارآمد ما داریم در همه عرصه ها، ولی آنچه که همیشه یک خلأ جدی بوده و احساس شده مسئله تأمین مالی بوده که صاحبان ثروت ورود پیدا کنند. اگر اطمینان لازم رو ندارن که به دقت اموالشون مصرف خواهد شد یا نه، خودشون ورود پیدا کنند در عرصه اداره و نظارت بر تبلیغات تا بتوانیم یکی از منویات مهم این مرجع بزرگوار رو که از به هر حال ارتباط مستقیم داره با رضایتمندی وجود مقدس خود به دایره امکان امام زمان علیه السلام، که ما بتوانیم آن بزرگوار امام زمانمون رو از خودمون راضی و خوشنود کنیم انشاءالله. بله، ممنونم. با تشکر از شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شهر سامرا همزمان با سالگرد شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشییع نمادین با حضور گسترده مردم شهر و زائران حرمین امامین عسکریین مراسم با شکوهی را برگزار کرد. شایان ذکر است این مراسم از خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف آغاز شد. گفتنی سعزاداران ضمن همراهی با تابوت نمادین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ضمن سردادن شعارهای حزن و اندوه در غم از دست دادن پیامبر بزرگشان، عبارت وا محمدا را سردادند. شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرهای کشور استرالیا به ویژه سیدنی و ملبورن به مناسبت سالروز شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اقامه عزاداری پرداختند. در همین راستا مرکز محمدی در شهر سیدنی استرالیا و انجمن حسینی جامعه شیعیان افغانستان در شهر ملبورن مراسم باشکوهی با حضور صدها تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام برپا نمودند. سازمان ملل متحد جزئیات جدیدی از کشتار وحشیانه گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش در عراق موسوم به جنایت اسپایکر را منتشر کرد. در جوان 2014 فاجعه‌ای هولناک در پایگاه هوایی اسپایکر و کاخ ریاست جمهوری صدام در تکریت عراق رخ داد که به عنوان حادثه اسپایکر شناخته می شود. در این واقعه گروه تروریستی داعش هزاران دانشجوی عراقی را که عمدتاً شیعه بودند به طور وحشیانه‌ای به قتل رساندند. این فاجعه یکی از بزرگترین جنایات جنگی در تاریخ معاصر به حساب می آید و یادآور بیرحمی و وحشیگری گروه های تروریستی است.
همزمان با سالروز استقلال مالزی، مراسمی با عنوان ساعت قرآن با حضور مقامات داخلی و خارجی این کشور برگزار شد. هدف از این ابتکار تدبر عموم مردم در آیات الهی برای حل چالش‌های پیش روی مسلمانان ذکر شده است. گفتنی است این اقدام با دعوت عموم مردم به تدبر در دو آیه از سوره حجرات و جمعه برگزار شد. و خبری از افغانستان. وزارت عدلیه افغانستان تحت کنترل طالبان روز یکشنبه از توقف فعالیت 3 نهاد خیریه، 1 اتحادیه و 1 مؤسسه خبر داد. این وزارت افزود که در 2 ماه گذشته فعالیت 34 نهاد را در شهر کابل بررسی کرده است. طالبان میگوید تعدادی از این نهادها به دلیل نداشتن مجوز رسمی متوقف شدند. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش اعلام کرده که قصد دارد در همکاری با آلمان مهاجران مجرم افغانستانی را اخراج کند. اتریش پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی اخراج به افغانستان به صورت موردی صورت می‌گیرد. دولت آلمان 3 روز پیش 28 پناهجوی مجرم افغانی را از این کشور اخراج و به کابل فرستاد. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور چندین نفر را در شهرهای مختلف به دلیل داشتن ریش بلند مجازات کرده است. حکومت ازبکستان در اکتبر پارسال با تصویب قانون مسئولیت اداری پوشاندن صورت در اماکن عمومی را در صورتی که امکان شناسایی افراد وجود نداشته باشد منع کرد. گذاشتن ریش بلند برای مردان در اماکن عمومی در چند روز گذشته نیز بر اساس همین قانون مجازاتی را در پی داشته است. و اما خبری از عربستان. با اتهام خیانت به میهن، عربستان سعودی 2 حکم اعدام را ظرف 1 هفته اخیر در رابطه با زندانیان عقیدتی اجرا کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. روز یکشنبه 10 سپتامبر 2024 مقام‌های عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام عبدالله شهری، زندانی بازداشت شده در ریاض، به اتهام خیانت به میهن و مشارکت در تروریسم خبر دادند. از شهری 2 زندانی عقیدتی اعدام شده در عرض 1 هفته پس از اعدام فعال شیعه عبدالمجید النمر می باشد که به اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده اعدام شد. وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه رسمی خود مدعی شد که اعدام از شهری در نتیجه اقدامات جنایتکارانه وی با هدف برهم زدن امنیت و ثبات جامعه بوده است. اما این ادعاها با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در تناقض است، چرا که بارها ثابت شده که مقام‌های سعودی از این گونه اعدام‌ها و اتهام‌ها به عنوان دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی با مخالفان خود استفاده می‌کنند. گزارش‌های حقوق بشر بیانگر آن است که محاکمه‌های انجام شده در موارد مشابه فاقد حداقل استانداردهای حقوقی و عدالت بوده و دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای سرکوب صداهای مخالف از این ابزار استفاده می کند. از زمان اعدام فعال شیعه عبدالمجید النمر به اتهام عضویت در القاعده در ماه گذشته، ناظران متوجه تغییراتی در بیانیه‌های وزارت کشور عربستان سعودی در مورد اعدام متهمان پرونده‌های با ادعای تروریستی شدند. برخلاف گذشته که معمول بود اتهامات انتسابی به افراد به صورت جزئی همراه با تاریخ دستگیری در بیانیه‌ها گنجانده شود، اما در بیانیه وزارت کشور عربستان در رابطه با
عبدالله الشهری این موارد مشاهده نمی شود. از ابتدای سال 2024 عربستان سعودی بیش از 150 حکم اعدام را به اجرا درآورده که شامل احکامی برای محکومان پرونده‌های سیاسی چه با ادعای تعلق به سازمان‌های تروریستی و یا از میان شیعیان در شرق این کشور بوده است. تداوم این رویه و اجرای حکم اعدام‌ها نشان دهنده عزم عربستان سعودی به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و تسویه حساب با آنان می باشد. اداره تنظیم امور زندان‌های طالبان می گوید که بیش از 20,000 نفر از جمله 1,000 زن در زندان‌ها و بازداشت‌های تحت کنترل این اداره به سر می برند. به گفته رئیس این اداره در جمع زندانیان حدود 800 کودک نیز هستند. مسئولان این اداره افزودند که در کنار این مراکز 10,000 تا 12,000 نفر دیگر در بازداشتگاه‌های این گروه نگهداری می‌شوند. طالبان ضرب و شتم زندانیان در زندان‌های خود را رد کرده‌اند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که طی یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از مرگ زندانیان ناشی از شکنجه طالبان در زندان‌های این گروه منتشر شده است. همچنین در ماه اردیبهشت سال گذشته برخی از رسانه‌های داخلی از تجاوز، شکنجه و توهین و تحقیر زنان زندانی در برخی از زندان‌های این گروه پرده برداشته است. بر اساس یافته‌های این گزارش، پس از سقوط نظام جمهوری 90 زن در 3 استان شمالی افغانستان از سوی طالبان بازداشت و زندانی شدند. به دنبال انتشار این گزارش، سازمان ملل اعلام کرد که این موضوع را بررسی می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری سخنرانی سالانه آیت الله العظمی شیرازی در اجتماع عزاداران به مناسبت شهادت پیامبر اکرم. اجرای دومین حکم اعدام در عربستان علیه زندانیان عقیدتی ظرف یک هفته اخیر با اتهام خیانت به میهن. و بیش از 20,000 نفر از جمله 1,000 زن از سوی طالبان زندانی‌اند. بینندگان گرامی، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.